به درس دهم دیالوگ دموکراتیک خوش اومدید. اینجا با مقوله تسهیل کنندگان دیالوگ مهمترین کارگزاران در یه فرایند دیالوگ دموکراتیک صحبت میکنیم نهادهای حرفه ای هستند تو دنیا الان سازمان ایدا قریب پنجاه تا شست، نهاد رو که واقعا تخصص دارن در انواع مختلف دیالوگ حالا از مهمترینشون مثل UNDP اون بخش مثلا مربوط به توسعه در سازمان ملل سازمان ایدعا در سوئد سازمان کشورهای آمریکایی OAS بنیاد اولف پالمه مرکز کارتر اینترپیس برای دیالوگ های خیلی پیچیده تر و مسائل مزمن تاریخی که وقت میگیره و ممکنه سالها طول بکشه فرایند ساستین دیالوگ که یه نهاد خاصی مسئولش است و برای هر موضوع خاص میشه مراجعه کرد به اینی که چه نهادی چه متخصصینی داره ازشون استفاده بشه شاید به عنوان تسهیل کنندگان اون دیالوگ خاص از اونجا بیان شاید به عنوان مشاور کمک فکری به تسهیل کنندگان دیالوگ کمک برسونن اما همیشه هم کنندگان حرفه ای نیستن از آدمایی که تمام عمرشون وقف این کار هست و در این نهادها کار میکنن گاهی اوقات ایجاب میکنه که یه قدرت بزرگی بیاد تصیل کننده دیالوگ رو تعیین بکنه به این علت که اون قدرت میتونه در سرنوشت شرکت کنندگان در یک دیالوگ اثر بگذاره خود اون یه احساس اعتمادی و پاسخ چرایی اینی که چرا این تحصیل کننده هست توش هست مثل وقتی که مثلا آمریکا تحصیل کن... مثل زمان آقای کارتر در اون دهکده ی وی آ... یا زمان آقای کارتر با انوار سادات و مناخین بیگن تحصیل کننده ی دیالوگ بین فلسطینی ها و اسرائیل بودند گاهی اوقات به همون علت که این قدرت بزرگیه وقتی که مداخله میکنه وقتی که بیطرفی خود از دست میده همونطوری که در یک برهه از زمان برای آمریکا پیش اومد اعتماد یه طرف از بین میره دیگه نمیتونه اون رول رو بازی بکنه گاهی یه معتمد عام خارج از صحنه دیالوگ میاد یه شخصیت سالس گاهی یه شخصیتی که در دیالوگ های تنش های یک کشور دیگر بوده و اونجا تجربه پیدا کرده ولی حرفه ای نیست مثالش مثل آقای لختار ابراهیمی که مسئول دیالوگ در سوریه شد ولی به هر حال هر کی هست و از هر جایی که میاد تصیل کننده باید یه حد اقل کفایت ها و خصوصیاتی رو داشته باشه مهمترینشون روحیه دیالوژیکه اون دیالوژی که در درسهای اول به راجع به صحبت کردیم حساسیت به دردها توان فهم درد دل شرکت کنندگان و منصف بودن بیطرف بودن اما یه کلامی راجع به منصف بودن و بیطرف بودن باید بگیم اول این, این دو یکی نیستن بیطرف بودن یعنی مساوی و فاصله از مواضع مختلف شرکت کنندگان قرار گرفتن ولی منصف بودن یعنی اینی که همون قواعد و اصول رو برای همه به کار ببریم نه یه قاعده برای یکی و یه قاعده برای دیگری اما حتی در این هم گاهی اوقات باید یه تعدیلی کرد مثلا که دیالوگ دموکراتیکی هست بین یه دیکتاتور و اونایی که سرکوب شدن خب طبیعتا تحصیل کننده نمیتونه کاملا متساوی فاصله و بیطرف باشه اون وقت دیگه واقعا میشه آدم کاملا بی ولی نباید بذاره که این مانعی به وجود بیاره در رول اصلیش که حل مشکلات هست. دوم به کار بستن همون قاعده گاهی امکان عملیش وجود نداره. شرکت کنندگانی هستن که به علت قدرتشون، به علت اهمیتشون در یه دیالوگ از قبل یه شروطی رو میذارن گاهی اوقات برای تضمین احساس اعتماد طرف ضعیف باید یه قواعد خاصی در موردش اعمال بشه اینه که حتی این بیطرفی و منصف بودن هم رعی منزل نیستن و بستگی به موضوع و محیط دیالوگ باید درش یه ملاحظاتی باشه همه این ملاحظات ولی باید تصریح شده باشه و روش فکر شده باشه نه اینکه اتفاقی یه اختلاف به کار بردن یه قاعده یا مخل شدن بیطرفی به وجود بیاد حالا خواهیم پرداخت این تحصیل کنندگان واقعا باید این کفایت خاص هم داشته باشن که تحت تاثیر این فشارها قرار نگیرن و اگر تعدیلی در این دو موضوع یعنی بیطرفی و منصف بودن میشه به دلایلی باشه که روش خیلی فکر شده خب رول اصلی تسهیل کننده رول اولش اینه که میزبانه مسئولیت این رو داره که حفظ یه فضای مساعد رو به عهده بگیره برای پیشرفت دیالوگ برای جلوگیری از تنش‌هایی که ممکنه کل کار رو از ریل خارج بکنه دوم یه مهارتی باید داشته باشه برای تشویق حس کنجکاوی مشارکین نسبت به هم دیگه این حس کنجکاوی که تبدیل به یه انگیزه میشه برای اینکه بنشینه و گوش کنه و به دقت فکر کنه راجع به حرفایی که اون طرف مقابل داره میزنه رهروی برای تفاهم رو بتونه هدایت بکنه و توان فرایابی آنچه که میگذره به جای تحمیل و پیشتاوری اون چیزی که توی فکر خودش بوده یا اینکه بگذاره تحمیل پیشتاوری های دیگری شرکت کننده در دیالوگ پیش بیاد بتونه بیشتر روی پرسش تاکید کنه تا پاسخ بذاره پاسخ درون تعامل مثبت شرکت کنندگان در بیاد طرف نگیره و در یه انسانیت جمعی در یه محیط الفت انسانی که داره به وجود میاره اشتراکات رو برجسته بکنه و از توی اون انسانیت جمعی در بیاره تصفیه کنه و تصریح کنه این مجبور هست که این ترس های خفته ای که ایجاد بلوک میکنه انسداد به وجود میاره رو, رو رو کنه گاهی اوقات با پرسش مستقیم از چی میترسیم؟ آیا میترسیم که طرف مقابل راه رو تعیین کنه یا صد راه شما بشه هدایت بقیه رو به عهده بگیره خب اینجا آیا متوجه هستین که اون طرف مقابلم هم ممکنه همین ترس را نسبت به شما داشته باشه آن فکر نکنه که شما چون ضعیفتر هستید و قوی تر هست در مادلت قدرت امروز که اون این ترس رو نداره از این, از این, رو احساس درک عمیقتر درونی یک طرف راجب به ناخداگاه طرف دیگر و ترس هایی که ممکنه در ناخداگاه اون طرف دیگر هم وجود داشته باشه و فکر کردن به آسیب پذیری های متقابل هر کسی آسیب پذیره اون طرف مقابل خودش رو هم بدونه تاکید باز روی گوش کردن و حزم کردن سازی فرموله کردن برای تحویل دادن پیشرفت هایی که شده برای این آموخته های جدید که تختیر بشن روشنتر بشن در افکار شرکت کنندگان همیشه در یه دیالوگ تسهیل کننده میبینه که همه با همون سرعت مساوی پیش نمیان همه در همونجا قرار نگرفتند یکی فکرش میره به یه جای دیگری یکی عقب میمونه یکی مسائلی رو کاملا درک نمیکنه خانش صحیح چهره ها برای اینی که همه رو یک جا نگه داره تمرکزشون روی یک موضوع نگه داره چون دیالوگ اصولا یعنی این نه اینکه گفتیم یه جای دیالوگ چند تا مونولوگ نیست دیالوگ چند تا برداشته در اصلا چند جهان مختلف هم نیست همه باید روی یه صفحه با هم دیگه کار بکنن توان نتیجه گیری و همونطور که قبلا هم ذکر کردیم اینه که دستاوردهای قبلی جوری فرموله بشه که بشه بر مبنای اون چنان بستر محکمی رو برای صحبت بعدی ساخت به وجود آورد که اختلافاتی که باقی میمونه راحت تر قابل حل بشه فرمول کردن همون اختلافات هم زمینی کردن و مستاقی کردنشون برای اینکه از یه حالت نظری فلسفی غیر قابل دسترس دیگران خارج بشه و راحت تر بشه حلش کرد غیر قابل حل باقی نمونه ثبت کردن پیشرفت یه دیالوگ حالا روی تخت است روی چارت روی نواری هست کامپیوتری هست و برای اینی که دائم استفاده بهینه ازش بشه مروری بشه بتونه مرجعی بشه برای اشاره به اون برای همونی که افکار روی همون موضوع تمرکز پیدا بکنن و با هم پیش برن این خارج شدن نیروی گریز از مرکز افکار همیشه یه مشکلی هست که مهارت خاصی رو ایجاب میکنه برای تصیل کنندگان که داشته باشه <applause> یه مختصری راجع به کیفیت های لازم شخصیتی تصیل کنندگان هل ساندرز که قبلا راجع به صحبت کردیم که کار دیپلماسی رو کنار گذاشت و خدمت دولت آمریکا رو رفت و سودن بپردازه به, به کارهای دیالوگ دموکراتیک چند تا خصوصیت رو تاکید روشون کرده اول حساسیت تحصیل کننده به بود انسانی مشکل ها احساسات خدش شده نیازهای عمیق روانی که خوابیده پشت این بلوکه شدن فکر متحجر شدن پیشفرزا اینی که این فرد کجا زخمی شده کجا زخمی بهش وارد شده ایجاد رابطه با شخص در اون حد برای اینکه بتونه رهاش بکنه از گیر اون زخم, مزمن نه به عنوان شاگردی که باید بهش تعلیم داد بلکه یه رابطه انسانی برقرار کردن باش دوم تعهد و نشون دادن این تعهد تعهد واقعی به هدف نهایی این دیالوگ که بازسازی مثبت روابط بین شرکت کنندگان هست که احساس خطر میکنن نسبت به همدیگه یا احساس مقبولیت میکنن سوم توان دادن این احساس به شرکت کنندگان که مهم هستن هر کدومشون برای تسهیل کننده برای کل این فرایند دموکراتیک ارزششون رو حس بکنن در این جریان چهارم واقع بینی تحصیل کننده در تشخیص سرعت ممکن تحول کنار گذاشتن انتظارات بیخودی پنجم تجربه با نوع مشکلی که در این دیالوگ خاص وجود داره ممکنه در یه مضمون دیگری این تجربه رو به دست آورده باشه ولی همون نوع مشکل رو باش تجربه داشته باشه که بتونه در این محیط جدید ازش استفاده بکنه ششم توان فکری ایجاد ساختارهای منظم فکری خیلی اوقات گیجی و آشفتگی فکری مانع پیشرفت دیالوگ میشه به دست آوردن یا تمیز مفاهیم کلیدی که برای شناسایی مشکل و منعکس کردن پیشرفت دیالوگ لازم هستند به صورتی که همه رو را به راه حل نزدیکتر بکنه هفتم کشف اشتراکات و هدایت پیشرفت در بستر اون اشتراکات هشتم حساسیت به داده های فرهنگی مهات بر اون دیالوگ نمیشه کسی کاملا ناآگاه باشه به خصوصیات فرهنگی که به هر حال سایه میندازه روی پیشرفت دیالوگ نهم درک ابعاد مشکل سیاسی مشکل دیدن کل یک تصویر پیچیده بدون سمتگیری و تقلیل موضوع ساده انگاری به جایی که این تعریف جدید ظرفیت این رو نداشته باشه که همه ابعاد مشکل رو ببینه تا بتونه حلشون بکنه دهم ده توانایی فکری و احساسی که هم بتونه فکر شرکت کنندگان رو تنظیم بکنه و هم بتونه بازسازیشون بکنه و اونها را عوض بکنه یعنی دو رول رو در آن واحد بتونه بازی بکنه این هم یه توانایی فکری لازم داره هم یه توانایی احساسی و روانی و احترام و علاقه نشون دادن به تحصیل،, تحصیل, کننده توسط شرکت کنندگان رو فقط در این, جه، در این راه میشه استقاق شد داشت و انتظار این رو داشت که این علاقه و احترام باقی بمونه دو نکته هم اضافه بکنم که در عمل در دیالوگ آدم میبینه که مشکل بزرگی وجود میاد اگه تحصیل کننده این خصوصیات رو نداشته یکی این تیزبینی برای اینکه که نطقه عطف رو ببینه نوارها رو بعدا تماشا میکنن همه میدونن که کجای تحول بزرگی اتفاق افتاد یه دری باز شد ولی اینی که همونجا ببینه و ازش استفاده بکنه دیر نشه بعدا متوجهش بشه ممکن نتونه ازش استفاده بکنه همونجا شروع کنه بازنگری و شاید حتی ایجاد تغییری در برنامه برای اینکه از عوض شدن مسیر استفاده بکنه نه اینکه ازش بترسه دوازده هم تحصیل کنندم انسانه تحت تاثیر قرار میگیره باید سعی کنه اونایی که به هر حال زبونشون احساسشون فکرشون نزدیکتر به اون هست بیشتر تحت تاثیر قرار نده بیطرفیشو خچه دار نکنه یا جوری تحت تاثیر قرار نگیره که تمام اون ملاحظات بسیار خوبی رو که قبلا در مرحله طراحی داشته عوض بشه بدون اینکه تعمق کافی شده باشه روش یعنی اینجا احساسش به فکرش غلبه بکنه جای گاههایی احساس بسیار مهم هست ولی نه به خرج از دست دادن تعمق و حفظ برنامه های صحیحی که قبلا ریخته شد میپردازیم به رول های مختلفی که در تیم تحصیل کننده باید وجود داشته باشه در این تیم یه نفر یا سه نفر چند نفر ماکسیموم پنج نفر من دیدم در دیالوگ ها میتونن هدایت کننده جریان دیالوگ باشن رول اصلی رو بازی میکنن اونا هستن که مثل رهبر یک ارکستر را میبرن همه رو دوم مشاورین فرایندی دیالوگ اینا متخصصینی هستند که با جبه ابزار دیالوگ های مختلف آشنایی بیشتر دارن معمولا حرفه‌ای هستن ممکنه خودشون نیان هدایت کننده دیالوگ بشن ولی دائم باید در دسترس باشن برای اینکه حساب سود و زیان ابزار مختلف دستشون هست و در پیشرفت دیالوگ ممکن احتیاج بشه از یه ابزار جدیدی استفاده بشه به اونها مراجعه میشه به عنوان مرجع سوم مشاورین فرهنگی تاریخی سیاسی که احاطه به محیط دیالوگ و موضوع اون دارن نمیشه بدون اشراف کامل به حساسیت هایی که برخواسته از اون محیط فرهنگی هست یه دیالوگ رو پیش برد بدون اشراف به ریشه های تاریخی چهارم این رول رول بسیار مهمیه مسئول ثبت و تهیه صورت جلسه و اسناد برای اینکه این کار رو جوری انجام بده که به صورت مستمر بشه مراجعه کرد جوری فرموله بکنه که قابل استفاده باشه این واقعا یار و یاور هدایت کننده هست هدایت کننده دائم باید به با اون مراجعه بکنه برای اینکه یافته های اون و نحوه ثبت اون و فرمول بندی کردن اون هست که پایه های هدایت صحیح دیالوگ می چند. خب راجع به دو مرحله اول هر اجلاسی صحبت کردیم راجع به مقدمات لازم قبل از اجلاس و رول تسهیل کنندگان صحبت کردیم حالا میریم سراغ مرحله سوم در مرحله سوم میخوایم گذار بکنیم از تفاهم و تحلیل که کار دو مرحله قبلی بود برسیم به گزینه های پیش رو به صورتی که اگر توافق کامل در گزینش بین اون گذینه ها نداریم لاعقل با فرمول بندی صحیح و محاسبات صحیح سود و زیان و ارزش های نهفته در هر کدوم برای هر کدوم از, هر کدوم از گذینه ها برای شرکت کننده ها داشته باشیم یعنی یه اشتراک نظر اینجا به وجود بیاد هدف تسهیل کنندگان در این مرحله معمولا آماده سازی برای رسیدن به یه توافقه این توافق ممکنه توی مرحله چهارم پیش بیاد جایی که تصمیم گیری میشه ولی زمینش باید در تعیین چارچوب گزینه ها فراهم بشه حتی جاهایی که یه تصمیم نهایی لازم نیست و خارج از جاهی است که این دیالوگ می طلبه و هدف صرفا آگاهی بیشتر و تفاهم بیشتره توافق روی اینه که چه آگاهی جدیدی باید به وجود بیاد و چه تعریف مشترکی برای برا اون ممکن هست باید نتیجه این مرحله باشه تعریف مشترک باید در برگیرنده دیدگاه های مختلف و... یه اشتراک نظری روی اینی که چه توافقهایی شده و چه اختلاف نظرهایی باقی مونده و گزینه های پیش رو هر کدومش باید حساب سودوزیانش برای هر کدوم از شرکت کننده ها روشن باشه بدونن که چه ارزشهایی هایی در یه گزینه منظور هست و چه ارزشهایی در گزینه مؤثر نیست از این رو هر کدوم بتونن لاقل بر همون مبنای واحد طبقه بندی های مختلف خودشون رو از ترجیحاتشون برای این گذینه ها به نتیجه برسونن چالش ها چیه؟ چالش ها در این مرحله چند دسته هستن یکی جاهایی هستند که مشکلات آنی و استراری که شاید اصلا دلیل وجودی دیالوگ در اون لحظه بوده مانع راه حل هایی میشه که الزامن دراز مدت هستن و امثال اون تو جهان امروز زیاد میبینیم ام شرکت کننده ها وقتی که در میان این بحران ها قرار میگیرن پیشرفت فکری رو که در مرحله تفاهم به وجود اومده رو ممکنه کنار بذارن برگردن به موازه قبلی خودشون پیشنهاداتی رو مطرح بکنن که انگار نه انگار به اون تفاهم ها رسیدن و از اون پیشرفت بهره گرفتن اون بستر سازی که تسهیل کنندگان کردن برای اینکه اختلافات زودتر حل بشه محو میشه در پیچ و خم بحران آنی موجود اینجا گاهی اوقات متخصصین رو میارن برای اینکه یه بعد جدیدی به صحبت اضافه بکنن شرکت کنندگان آگاهی بیشتری پیدا بکنن از راحل ها و مشکلات ولی زبان یه دفعه اونقدر تخصصی میشه که دیگه اصلا بیرون این محیط دیالوگ قابل استفاده نیست شرکت کنندگان ممکنه حس کنن لاغل که فهمیدن این زبان تخصصی رو ولی بیرون نمیتونن بیانش بکنم برای اینکه آرای گسترده تر واقع بشن که چه گذشت عکسال عمل های منفی گروه های این مرحله سوم یه تماس های بیشتری معمولا برقرار میشه بین نمایندگانی که توی دیالوگ نشستن و آرایشون و مخاطبینشون خارج عکسال عمل های منفی اون گروه ها ممکنه بهشون برسه اعتراض بکنن چیکار کردید ام شما را هم خریدند از ما دور کردن و تنش های بین اونها و نمایندگان و آرایشون به وجود بیاد یا نتایج و عواقبی التزاماتی برای نیروهای خارج از دیالوگ به وجود بیاره این که ما تصمیم گرفتیم ولی یکی دیگه هم در اجرایش لازم هست که اونا اصلا نبودن توی دیالوگ و موافقت نکردند. و اونجا یه دفعه غیر عملی میاد همه احساس میکنم به یه جایی رسیدن ولی نتیجه عملی نداره و اینی که حضار در دیالوگ همه همیشه از اون جامعه از اون جامعه رفرانس جامعه مرجعی که باش با در تماس هستن دور نشن و سلب و امید ازشون نشه که خب ما فهمیدیم نور رو دیدیم ولی برای دیگری نمیتونیم توضیح بدیم و لذا شیرین بود ولی اخیم چند چاره جاهایی که با مسائل حد روز روبرو میشیم مهم هست که ابعاد زمانی رو از هم جدا بکنیم تا یکی جای دیگری نگیره بگیم خب این مسائل حد روز ممکن کاری را بهش بتونیم کنیم کاری نکنیم ولی مانع از این نشیم که راجب به مسائل دور هم که میتونیم چاره براش بیاندیشیم کار مثبتی انجام ندیم زمان تحویل راه ها در فرایند دیالوگ دقیق تعیین بشه تا زود پیشنهادات مطرح نشه قبل از اینکه تفاهم کافی برای بسترسازی شده و قبل از اینکه آماده بشیم برای تعمق دیالوژیک که حالا بهش میرسیم نتیجه آخر این مرحله از دیالوگ باید باشه سوم اینه که اگه تازه واردی هست در مراحل یه نفر میاد که قبلا نبوده مقدمات رو نمیدونه پروسه توجیهی کاملی باشه برای اینکه بیاد به همون صفحه ای که سایر شرکت کنندگان درش هستن و این تست رو با موفقیت بگذرونه قبل از اینکه که وارد بحث با دیگران میشه و اون متخصصی اینی که زبان و مفاهیم خودشون رو جانشین بحثا کردن آگاهی پیدا بکنن که و را بیان با شرکت کنندگان و نتایج رو به زبونی ترجمه بکنن که برای محیط بیرون قابل فهم باشه خب این سه مرحله کاملا آماده میکنه شما رو برای اینی که ترتیب پیش برد یه دیالوگ دموکراتیک رو باش آشنایی کامل پیدا کرده باشید. اما سه موضوع میمونه که در این ده درس نمی کنج. یکی کاملا تخصصی و اون اینه که این جعبه ابزاری که دائم راجع به صحبت کردیم رو با اشاره به نهادهایی که در هر کدوم تخصص دارن و انواع دیالوگ هایی که از اون این استخراج شده باش آشنایی پ... کامل پیدا بکنید این یک کار تکنیکیه دوم یه دید خیلی وسیع تر راجع به فرایند دیالوگ که دیالوگ یک اجلاس نیست کارهای بین اجلاس‌های مختلف دیالوگ طولانی که اجلاس‌های مختلفی بهش نیاز هست باید انجام بشه و پیگیری هایی برای اینی که بعد از اینکه از این دیالوگ خارج شدن برنگردن سر کار قبلیشون فراموش بشه اهمیتش از دست بره یا در برخورد با آرای خودشون حزب خودشون دچار تزلزل بشن بگن اون نتایجی که به اینقدر خوب به نظر می آمد قابل پیاده کردن نیست استمرار کار پیگیری کار برای اینکه آماده بمونن و بتونن به نتیجه هم در عالم واقعیات و نه فقط در محیط دیالوگ بهش برسن و سوم اینی که ویدیوهایی رو ببینیم از مستاخهای واقعی دیالوگ هایی که تمام مطالب مهمی که در این ده درس بهش اشاره شد به صورت گرافیک در عالم واقعیات ببینید که چه نتیجه چه دیگران گرفتند و چه راههایی دیگران گرفتند